جلسه امروز راجع به نقد آثار آقای مسعود عربشاهی هستش توسط دو تن از اساتید، آقای بهروز دارش مجسمه ساز و جناب آقای دکتر اسماعیل پور اسطوره شناس، که در ابتدا آقایون نظرات خودشون راجع به آثار آقای عربشاهی ابراز میکنن، بعد از اون فرصتی هست برای پرسش و پاسخ. آقای اسماعیل پور خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم که زحمت کشیدید که یک بعد از ظهر اختصاص دادید که مستمع صحبت‌های ما باشید. امیدوارم که مفید باشه. صحبت‌ها حول و حوش کارهای آقای عربشاهیه که ما نظریات خودمون رو میگیم، راجبش صحبت میکنیم. این یک نظر بر نظریات قبلی اضافه میشه، چون راجب آقای عربشاهی زیاد نوشتن. حتما نقداشو خودتون خوندید، همه جا هست و یه مقداری مشکل صحبت کردن، ولی این مانع این نمیشه که هر کسی نظرات خودشو راجب کارهایی که اینجا همین کارا رو میبینید و خوشبختانه هستش که وقتی صحبت میکنیم میتونیم خوب بهشون اشاره بکنیم. مجموعه صحبت‌های ما در این ارتباط خواهد بود که ایشون اصلا چی کار میکنه، کارش چه ارزشی داره، از کجا شروع کرده، ولی بسیار مختصر. بعداً اگر سوالاتی بود ما با اونا جواب میدیم. آقای اسماعیل پور اجازه دادن که بنده صحبت بکنم. صحبتم رو اینجور من شروع میکنم که هنر هم مثل بقیه جریان‌های اجتماعی تابع تحولات اجتماعی است، جدا از اجتماع نیست. هنر هم از اجتماع تأثیر میپذیره و بر روی اون تأثیر میذاره. یعنی میخوام بگم که هنرها شکل به اصطلاح زمانه خودشون رو میگیرن و هنر هم مثل بقیه جریان‌های اجتماعی سازشکار هست، یعنی میتونه خیلی راحت بدنش سازش بکنه و فقط آدم‌هایی هستن که در تاریخ سازش نمی‌کنن. اینا بار سنگینی آزادی هنر رو به دوش می‌کشن که هم در ایران وجود دارن اینا، هم در جای دیگه و کم هم نیستن. در شوروی مثلا سولجنیتسین 10 تا نیست، زاخروف 10 تا نیستن، ولی اینا در مقابل جریان‌های اجتماعی وای میستن، ضمن اینکه تأثیر هم میپذیرن. اینطوری نیست که یه نفر مطلقاً در یک جریانی بیاد مخالف یک جریان، اینجوری نیست. جریانات اجتماعی اینطوری هستن، یعنی زمان چیز بسیار مهمیه، یا زمان مهمترین معیار قضاوته و هنر در این زمان قرار داره. وقتی یک کاری دو مال دوران رمانتیکه، ما نمیتونیم اینا رو بیاریم به مدرنیته یا مدرنیته رو بیاریم پسا مدرن. این زمان به ما میگه مال اینه. زمان یک به اصطلاح چیز معیار بسیار بیرحمیه که همه جا عمل میکنه قبل از اینکه شما هر معیاری رو بخوای به کار ببری. در داوری ها ما هر معیاری به کار میبریم، ولی همیشه زمان قبل از همه وایساده. مثلا شما ببینید یک رمانی مثل رمان جنگ و صلح مال تولستوی، این رمان خیلی گردن کلفتیه، ولی امروزی ها علاقمند هستن که چیز رو بخونن، کارهای مارکز رو بخونن، کارهای میلان کوندرا رو بخونن. یعنی زمان تغییر میکنه و با این هنر هم تغییر پیدا میکنه. میخوام اینجوری بگم که هنر تابع شرایط اجتماعی است. از این کار یه نتیجه بگیرم، گریز بزنم به صحبت خودمون. وقتی میخوایم راجع به آقای عربشاهی صحبت کنیم، باید ببینیم در چه زمانی ایشون کاراکتر هنری شکل میگیره، یعنی به چه ترتیب ایشون تبدیل به یک هنرمند میشه. از نظر من دهه‌های 40 و 50 در هنر ایران، خصوصا در هنر مدرن ایران، دهه‌های بسیار مهمی هستند. یعنی اگر نگاه بکنید اکثریت هنرمندان صاحب نام دوران مدرنیته ما، تاثیرگذار ما، در این دوران کاراکترشون شکل گرفته. آقای عربشاهی یکی از این آرتیست‌هایی است که در این دوره شکل پیدا کردن. طبیعی است تحت تاثیر جریانات اجتماعی این دوره هستند، نمیتونیم بگیم که نیست و این فارغ از اینه.
اون بین دهه 40 یک اوجی وجود داشته که آدمای زیادی رو پرورش داده که اینا الان خیلی هاشون زنده هستن، هنوزم کار میکنن، زنده باشن کارهای همینجوری خوبی به ما بدن و کارهاشون قابل مقایسه با بقیه دوران نیست، چون در اثر انقلاب یک گسست به وجود میاد، یهی هنر از یه جای دیگه شروع میکنه در یه مقیاس های دیگه، ولی این هنر والا جای خودش رو داره. یعنی شما کمتر الان کاری در سطح کارهای عرب شایی مثل این کارها در هنرمندان این دوره ما میبینید، یعنی این توان رو ندارن اونها. یا مثلا شاید هم بگید آقا هنر شکل دیگه پیدا کرده، منم قبول میکنم هنر پسا مدرن یه هنر دیگه ایه، ولی این هنرمندای شاخص جای خودشونو دارن و متاسفانه الان صحبت میکردیم هنرمندای این دوره ما مطالعه نمیکنن این جریانان اجتماعی رو. پس ما اگر داریم راجع به یک آرتیستی صحبت میکنیم باید ببینیم در چه دورانی بوده. ایشون در این دوران کار کرده، کار خودشو شروع کرده و رسیده به الان. خوشبختانه الان هم نقاشی میکنه، چون این نقاشی‌های جدید که من دیدم مال این دورانه، یعنی این نقاشی‌های اون دوره بودن، تا آخرین لحظه خودشون کار میکنن و چیز به ما میدن، کارهای نوی را به ما میدن، رو ما تاثیر میذارن. من این هنر این دوران رو برای اینکه خورده یه دفعه وارد مطلب نشم، هنر دهه 50-60 هنر مدرن ایران رو در درجه اول دو قسمت میکنم. یه قسمت هنرمندانی هستن که به هنر خودشون، میراث فرهنگی خودشون توجه خاص ندارن. نمیتونم بگم هیچ هنرمندی که ایرانیه به فرهنگ خودش توجه نداره، من یه همچین عقیده‌ای ندارم، چون خودش عمل میکنه، یعنی ایرانی بودن ما یه جای عمل میکنه. همین که فارسی هم صحبت میکنیم ما ایرانی هستیم، هیچ دیگه قید و شرط دیگه برای این کار وجود نداره. این یک منطقه. یک سری هنرمندایی هستن علاقمندشون اینه که توجه خاص بهش ندارن، یعنی میخوان مثل غربی ها کار کنن و این یه سنت در هنر ایران از دوران مشروطیت. مثلا منور فکرای دوران مشروطیت اینجوری، یعنی شیفته فرهنگ غرب هستن، میخوان این اونو اجرا بکنن. کارا رو برید بخونید مال نویسنده های اون دوره رو، اونو یه مقداری مطلق میگیرن، میگن خیلی خوبه ما باید به اون طرف بریم. ولی در دهه‌های 40 و 50 یک جریان دیگه به وجود میاد که یعنی یک بازگشت به خود وجود داره که من وارد اون فضای اونجا نمیشم که بیام توضیح بدم که چه آدمایی تاثیرگذار بودن. میتونم فقط اسم بذارم که یک جریانی به وجود میاد که در این جریان جلال آل احمد وجود داره، آقای کربن وجود داره، آقای نصر وجود داره. یه جریانی است که میگه آقا به هنر خودمون، به موقعیت خودمون، موجودیت خودمون توجه بکنید. فضا ایجاد میشه، یک فضای بینابینی ایجاد میشه بین هنر بومی ما یا میراث فرهنگی ما و مدرنیته. در اینجا هنرمندان دو دسته میشن به نظر من. یه دسته اصلا کار به این کار ندارن، میگن آقا ما به این کار کاری نداریم، ما میخوایم مثل جهان کار کنیم. وقتی شما در مجسمه سازی مراجعه میکنید یا آدمی مثل مؤسس رو میبینید، مؤسس اصلا نمیخواد از موتیوهای ایرانی استفاده کنه، خودشو در تراز ماکس ارنست رو نمیدونم پیکاسو و اینا میدونه، یا آدم اینجوریه. و اینا یکی دوتا نیستن، آدمایی هستن که گرایش به این فرهنگ غرب دارن و به فرهنگ خودشون به طور مستقیم نمیپردازن. در مقابل این جریان یه جریان دیگه ای وجود داره که فضا برای این کار در اون دوران هست. اینا تو این فضا بر میگردن، میگن باید یک هنری داشته باشیم که هم هویت جهانی داشته باشه هم هویت ایرانی داشته باشه، یعنی ما یک هنر ایرانی داشته باشیم با یک ویژگی هایی. در اینجا اون مکتب سقاخونه یا جنبش سقاخونه ظهور میکنه که امامی اسمشو اینو مکتب میذاره. حالا ما همون میگیم مکتب دیگه، وارد اینکه این چی بوده نمیشیم، ولی میدونیم تعداد زیادی آدم در اینجا وجود دارن، مثل آقای زندرودی هست، آقای تناولی، آقای جازه طباطبایی دیگه، آدم هایی مثل پیلارام که اینا زیادن و اینا در یک خط میانه بین هنر خودشون و هنر جهانی حرکت میکنن و توجه به عناصر ملی معصبی خودشون دارن. یعنی کارهای آقای تناولی رو بخونید، این اقرارهای خودشه،
من از خودم نمیگم، اون میگه من از اینا استفاده میکنم و بعدم نیست استفاده میکنه، استفاده بکنه. این آدم ها رو، اصحاب اولیه این مکتب رو، این آقای امامی میگه مکتب سقاخونه، ما به همون نام میبریم، بحث اسم نمی کنیم، ولی یه جنبشی وجود داره که توجه میکنه به این نشانه ها. یعنی این جنبش بخشیش متوجه نشانه های عینی هست. شما در کار تناولی نشانه ها رو عینی میبینید، یعنی بلبل رو میبینید، قفس رو میبینید، چیزهای دیگر میبینید. اینا توانشون این بوده که این نشانه ها رو از محیط خودشون وردارن، جدا کنن، ببرن در یک مجموعه مدرن، اینا رو به صورت نمایش در بیارن و از اونجا یک کار درست کنن. این کار وقتی به وجود میاد، موقعیت که پیدا میکنه جلب توجه میکنه. این جلب توجهش کجاست؟ برای یک نفر خارجی، چون به طور مدرن این بیان شده، ارتباط برقرار میکنه، ولی خارجی ها این نشانه ها را اونجوری که ما میفهمیم نمیفهمن، یعنی برای اونا معنا قائل نیستن، اونا شکلی به مسئله نگاه میکنن، یعنی نگاه میکنه به چه شکلهایی، شکل آفتاب رو میبینه یا چیز دیگر رو. یا اگر مثال مشخصی بزنم، شما وقتی یک مهر رو، مهر مربوط به نماز رو ببرید در اونا بذارید، برای ما یه مفهوم مقدس داره، ولی برای اونا یک شکله و یک شکل غریبه و اینا رو جذب میکنه. پس خارجی به دلیل غریب بودن اینا، شکلی بودن اینا، از طریق حسی و تو یک فضای مدرن به اینا نزدیک میشه. ضمناً ایرونیام از طریق مفهوم به این کار نزدیک میشن، چون برای ما اینا همه مفهوم داره، برای ما قفس، منبر، اینا دارای مفهوم هستن، ضمن اینکه شکلایی هستن که به اصطلاح میتونن در کار هنری به کار برن و مجموعه اینا یک کار به وجود میاد. پس از دو طرف ارتباط برقرار میکنه، اینا موقعیت پیدا میکنن. منتها موقعیتی که این کارا دارن یک موقعیتی است که به طرف ابجکتیوه، سوبجکتیو نیست، یعنی ابژه های مربوط به فرهنگ خودشون رو میگیرن و از اینها کارهایی رو به وجود میارن. کارهای اجازه طباطبایی رو ببینید، کارهای آقای زنده رودی رو ببینید. البته اینا هم یه خورده میتونیم تقسیمات بکنیم، بعضی از اینا اسیر این نشانه ها هستن، یعنی یه آدمی مثل محمد احسایی اونا رو به کار میبره و خط رو هیچ وقت نمیخواد، به تقدس خط کاری نداره، مینویسه و تابع این خطه، ولی زنده رودی این خط رو هر جوری که میخواد به کار میبره، نقاشه، تزیینی به کار میبره و میبره به یه جای دیگه. تو این هم تفاوت هست، ولی تفاوت اینا با آدم هایی که اصلا به طرف غرب گرایش دارن، یعنی اون کارا انجام، مثل آقای وزیری مقدم، وزیری مقدم به کارهای ایرانی کاری نداره، یا بهشت صدر، خیلی ها هستن که اونا ایدئالاشون اونجاست و هیچ حرجی هم نیست. وقتی اون کارو میکنه، منم با سولاش کارشو مقایسه میکنم، کار صدر رو دیگه نمیان با این، ولی کسی که ایرونیه در روند خودش باید مقایسه بکنیم. ما کار آقای دیبا رو نمیتونیم بغل کار آقای دانشمیر بذاریم. دانشمیر توی سطحی کار میکنه، من با لبسکیند و آدمای دیگه آیزنمن چیزش میکنم، چون اون اداره داره، ادای خودشه، ولی کار دیبا یه جای دیگه ای داره. همونجوری که کارهای آقای تناولی الان خیلی از موزه ها هستن و اونا توجه دارن به این نشانه ها و جان پیدا کردن. حالا برمیگردم به سر مطلب خودمون، وقتی با آقای عربشاهی مصاحبه میکنن، یا مصاحبه هایی وجود داره، آدم هایی گفتن، یا با آقای ناصر اویسی، اینا خودشون رو جز مکتب سقاخونه نمیدونن. از یه طرف برحق هستن. اگر مکتب سقاخونه رو به این نشانه ها بگیرید، به اون ترتیبی که این آدم ها به طور عامیانه، یک نوع عامیانگی در مکتب سقاخونه وجود داره، مکتب سقاخونه در دوره زور میکنه که در آمریکا هنر ابجکتیو و چیز وجود داره و هنر مردمی، یک گرایش مردمی در این کار وجود دارن، ولی آرتیستایی مثل آقای عربشاهی اینو قبول نداره، اصلا پا نمیذاره به این عامیانگی، میگه من اصلا اینو قبول ندارم. به همین جهت میگن ما نمیخوایم جز مکتب سقاخونه بشیم، چون اصلا تو اون ردیف کار نمیکنن. کاراشون الان من توضیح میدم که دارای چه ارزشهایی است که چرا این رو قبول نمیکنن. چون ایشون نمیاد از نشانه های شناخته شده کار بکنه. در این کاراشون شما میبینید دایره وجود داره، مربع وجود داره. اینا مختص فرهنگ ایران نیستن. ولی شما یک بلبل، یک قفس میگیرید، در اینجا معنی دارن، ولی یک مربع رو میگیرید، در فرانسه مربع، در استرالیا مربع، در همه جای دنیا مربع. یعنی ایشون میاد یک نظری داره به یک تجرید هندسی،
یعنی در ذهن نمیاد مربع و مستطیل رو در فضای خودشون بذاره، از فضای خودشون بیگانه میکنه، میاد اون رو با تمایلات خودش در یک چیز، در یک اثر با مدرنیته به شکل مدرن اینو اعمال میکنه. و این هنر یه هنر عامیانه نیستش، یعنی یک آدم عامی اینو نمیده، این هنر فرزادگان و کمال یافتگانه، اینا میتونن این هنر رو، حرفه‌ای‌ها میدونن چیه، ولی اون هنر رو درک میگن، اون بده میگن بد نیست، ولی اینا هر کدوم جای خودشه. اینا همه کمک میکنه به اینکه ما یک هنر ایرونی داشته باشیم، یه طیف اینا. ولی چرا ایشون میگه من نیستم؟ حقم داره، به دلیل اینکه نمیخواد به اون عامیانگی پا بذاره. آقای عربشاهی از یک پنجره به جهان نگاه میکنه و به تجرید جهان نگاه میکنه، یعنی تمام این خرت و پرتا رو جمع میکنه، میبره در داخل یک کلیت و اون کلیت رو بیان میکنه، برای خودش یک به اصطلاح موقعیت میزنه و خودش رو جدا میکنه از این مکتب. من یک سوال میکنم، بعد صحبت رو میسپارم به آقای اسماعیل پور. ممکنه از من بپرسید آقا مکتب سقاخونه اصلا مکتب برعقی شما اینقدر صحبت میکنید؟ من میگم آره، با قاطعیت میگم بله، چون یکی از تنها مکتبی است که میتونه یک نوع ایرانیت رو درش ما ببینیم، ممکنه به هنر ما یک ویژگی بده. فعلا اینه، من نمیگم خوبه، اینا میگم آقا این اینه شکل گرفته. اون چیز رو، کارهای انصار مکتب سقاخونه رو ببینید، آثار ایرانی توش ببینید. من کار چیز رو، کار آقای عربشاهی رو به یک ترتیبی در مکتب سقاخونه نمیبینم، به شرط اینکه این رو به یک مثلا میراث فرهنگی و سنت وسیع ما بگیریم، نگیریم به نشانه ها. بله در کارهای ایشون هم نشانه هایی از فرهنگ وجود داره، من میفهمم این کار ایرانیه. وقتی ایشون رنگ زرد طلایی رو به کار میبره، من ایرانی میفهمم این رنگ برای من یه حالت تقدس داره، ولی برای خارجی یه رنگ زرده. ولی این ابتذال نیست، این رنگ یه نوع تجریده. ایشون تجرید رو از فضاهای مربوط به معماری و هندسه و عرفان دینی و اینا میگیره و کار درست میکنه و بنابراین در یک تراز خیلی بالاییه. ولی من کلن در کار ایشون یک نوع چالشی فیما بین مدرنیته و سنت رو میبینم که فقط ایشون بلده این کار رو انجام بده. و خب من اینجا اگر ایشون وقت داشته باشه توضیح بده که این کار سخت رو چجوری انجام داده. یعنی آثار ایشون درختای تناوری هستن که فیما بین مدرنیته و سنت به وجود اومدن، فقط آرتیست میدونه که این کار رو چجوری انجام میده. من در اینستالاسیون های مینیاتوریستیک چون خودم کار کردم این حرف رو میزنم، در اونا من اومدم مکتب سقاخونه رو نگاه کردم، دیدم در مکتب سقاخونه به نشانه ها زیاد توجه دارن. من نشانه ها را گذاشتم کنار، گفتم اگر مینیاتور یه جریان تاریخیه پس دارای یه ویژگی هایی است. این ویژگی هاش چیه؟ این ویژگی ها رو من بیام ببرم در اینستالاسیون. ویژگی ها برگشتم به ویژگی های هندسی، چون ویژگی های هندسی اونا هیچ جا و مکان ندارن، مثل بزرگی، کوچیکی، جلو، عقب، لایگی. اینا رو از مینیاتور گرفتم، بردم توی جعبه و اینا رو اینستال کردم و موفق شدم اینطوری بتونم یک رابطه بسیار در هم آمیخته فیما بین سنت و مدرنیته ایجاد بکنم و اون کارا بیننده داشت. و اگر مکتب سقاخونه نبود من این کار رو نمیتونستم بکنم. من کارهای اونا رو دیدم، نگاه کردم، دیدم اونا به این طرف گرایش پیدا کردن. ولی اگر این نشانه ها وجود دارن، این نشانه ها در یک جریان تاریخی مربوط به مینیاتور شکل گرفتن. اینجوری نیست که یه روزه یه نشانه یه جای موقعیت پیدا بکنه. این ویژگی های تاریخی یک جریان نگارگری و این چیز مینیاتور، اینا کدوم ها هستن؟ من گفتم شکل ها رو میذارم کنار، این فاصله ها رو میگیرم. بعد خب سوالتون اینه شما پس خودت اینجا کجا بودی؟ من میگم نشانه های چیزی ابستری که من در اینها اومدم جانشین کردم در این شکل های مینیاتوری، در اونجا یک رابطه به وجود آوردم فیما بین مینیاتور، فیما بین اینستالاسیون و اون چیزهای آرزوهایی که خودم داشتم. اونجا یک چیزهایی به وجود اومد که این حد بینابینی بود، یک رابطه گفتگو. حالا در اینجا آقای عربشاهی یک کار دیگه کرده، اومده تجرید در سنت رو به کار برده. شما ممکن بپرسید در سنت تجرید وجود داره؟ میگم آره وجود داره، در کارهای مولانا وجود داره،
نمیدونم عرفان خودش تجریده، در هندسه اسلامی این کارا وجود داره و در رنگ وجود داره و ایشون به اینا توجه کرده، به یک چیزای گذرا نیست، اینا از مرز و تاریخ و زمان میگذرن و این کارا رو تونستن به وجود بیارن که نتیجه‌شو اینجا میبینید. من صحبتی رو که داشتم در این ارتباط قطعش میکنم، توضیح دادم که ایشون در چه زمانی به وجود اومده، ارتباطش با مکتب سقاخونه چیه، نظریات خودم راجع به مکتب سقاخونه که چه جور راجبش فکر میکنم، اینا رو گفتم. الان چیز رو تیپون رو میسپارم با آقای اسماعیل پور که اسماعیل زاده که این کار رو انجام بدن، ازشون ممنون میشیم توضیحات بدن. من دیگه زیاد خیلی زیاد صحبت کردم، خسته شدید. با سلام به حضار محترم، صحبت های استاد دارهش بسیار عالمانه و ضروری بود برای مقدمه تاریخی بر جریان هنری ایران که به هر حال یه مقطع مهمش همون دهه 40 و 50 است. دهه 40 و 50 در واقع دو جریان مدرنیته و مدرنیسم و سنتی پا به پای هم، یعنی هم هنرمندان مینیاتوریست و هنرهای سنتی و خوشنویسی اینا و همینطور هنرمندانی که شدیداً تحت تاثیر به اصطلاح ابستراکشن غربی قرار گرفتن. اینجا یک جریان هویت ملی مطرح میشه در بستر هویت جهانی به گمان من. استاد عربشاهی فکر کنم زاده یک نیاز ملی بوده مبنی بر اینکه چگونه میتوان هنر سنتی و یعنی در واقع بنمایه های سنتی و تاریخی و کهن ایران رو نقبی بزنه به هنر مدرن دهه 40 و 50 که در غرب به هر حال هنرمندانی که هوشمند بودن و زمانه رو دریافتن به این پایگاه جهانی به گمان من رسیدن. اونایی که در حد نشانه ها که استاد فرمودن گلی و مرغی و پرنده و نشانه های قهوه خانه ای و سنتی رو نشون دادن در همون موندن، نتونستن یک وجهه جهانی پیدا کنن بر بستر هویت‌های بومی و ملی. برای من خیلی جالبه از نگاه اسطوره‌شناس که دهه 40 و 50 دغدغه و شروع و تکاپوی توجه به اسطوره در همه عرصه‌ها، نه فقط در هنر نقاشی بلکه در نویسندگی. در مثلا اولین کتاب اسطوره شناختی در دهه 50 یعنی 1350 چاپ شده و قبل از اون خیلی پراکنده، مثلا شما میتونید بگید دهه 40 اسطوره گیلگمش با نگاره‌های استاد ممیز چاپ شده و اون ترجمه شاملو که معروفه در اون مجله کهنی که دهه 40-41 43 چاپ شده بود. این نشون میده نیاز به توجه به اسطوره پردازی و اسطوره سازی در هنر چقدر اهمیت داره. اون هنرمندانی موفق شدن که این نیاز رو دریافتن و هم چون که در عرصه بین المللی هم شما یه مرور مختصری داشته باشید، هنرمندان تراز اول جهان از کاندینسکی بگیرید پیکاسو و در عرصه نویسندگی و شاعری مثلا اوکتاویو پاز، شاعر بزرگ قرن بیستم که بر بستر اسطوره های مکزیک اون به اصطلاح پیکره آفرینشی خودش رو ساخته. این خیلی مهمه. من اشاره بکنم که در کار آقای عربشاهی شروعش در اون نگاره هایی که پشت سرتون میبینید، شروع کارشون به نظرم اسطوره پردازی است، یعنی توجه به دستمایه های اساطیری ایران باستان
من نمیدونم ایشون از طریق مطالعه به اینجا رسیدن یا به نظر میرسه که با عمل به اینجا رسیدن، یعنی رفتن سالها تو هنر آشوری، هنر بین النهرینی تو کاراشون میبینید، همه اعتراف کردن هنر مصری، حتی هنر ایران هخامنشی و هنرهای اصیل ایرانی، حتی هنرهای اسلامی مثل عرض کنم خدمتون کاشیکاری و همه اینا رو من فکر می‌کنم دوره به دوره تجربه عملی و زیستی داشتن، درونی هنرمند شدن این آیتم‌های باستانی. یعنی خب ما اینو در کار اولش اسطوره پردازی، چون شروع دهه 50 شروع یک نهضت هنری در ایران است که بعداً به این پایگاه به نظر من الان به این پشت سر من دو تابلو که میبینید این حاصل و نتیجه 50 سال، یعنی 40 حداقل 45 از دهه 50 و 40 حساب بکنید 45 میشه حاصل 50 سال تلاش هنری که فردی هم نبوده، یعنی فرض بفرمایید فقط استاد عربشاهی تنهایی یک تنه این راه رو پیمودن به نظرم اشتباه مزه. همه هنرمندان و نویسندگان و منتقدان و حتی سینماگران و حتی معماران، نقش برجسته سازان، همه اینها یک کورپوس و پیکره‌ای ساخته در این دهه ها که اون کاری که اکتاویو پاز در قرن بیستم میکنه، اگه اکتاویو پاز اساطیر اصیل و ابتدایی مکزیکش رو کنار بزنید دیگه اکتاویو پاز نیست، یه هنرمند فقط غربی، در حالی که اکتاویو پاز به اون پایگاه جهانی رسیده به خاطر اون سنگ آفتاب و سنگ خورشیدش، اسطوره مکزیکی است. یعنی یه سنگی اصلا در مکزیک هست که بر اساس اون بزرگترین منظومه قرن بیستم رو ساخته که جایزه نوبل گرفت. به هر حال این نیازی که دهه 50 40 و 50 بیشتر یه مقدار رونق پیدا کرد، توجه به اسطوره پردازی در کار هنر بوده. ببینید اسطوره پردازی به نظر من با اسطوره سازی متفاوته. یعنی چی؟ یعنی شما اگه فرض بیه مثلا فروهر بکشید یا مثلا عناصری از تخت جمشید یا ایران باستان رو در یه تابلو بای حالا میتونید به شکل مدرن هم نشون بدید، این میشه اسطوره پردازی. یعنی شما فقط پردازش کردی یک اسطوره باستانی رو حالا به شکل جدیدتر و مدرن نشون دادی. اما آقای عربشاهی از این فراتر را، یعنی همون از دهه 40-50 که اون فرشته ها رو میکشه، نمیدونم آیتم های فراوهری رو در اوستا، اوستا کتاب نگارنامه اوستا بهترین نمونه کار اسطوره پردازی است، اما ایشون این مرحله رو پشت سر گذاشتن، به مرحله اسطوره سازی رسیدن. اسطوره سازی یعنی اینکه هنرمند بر بستر چند هزار ساله بومی و فرهنگی خودش اسطوره های خودش رو میسازه. اینو بهش میگن اسطوره سازی. یه مثالی میزنم برای اینکه ملموس بشه. در به اصطلاح هنر برتر قرن بیستم، هنر کلامی، شما جیمز جویس رو دارید و اولیسس که شاهکار رمان قرن بیستم، کسی تا هیچ منتقدی تردید نداره در این نکته، ولی اولیس جویس دیگه اولیس به اصطلاح قهرمان یونانی کهن و باستانی که پس از 10 سال جنگ تروا برمیگرده، 10 سال طول میکشه از تروا به یونان، اون سرگشتگی، سرگردانی، اون دیگه اون داستان رو ننوشته. اولیس جویس اولیس خودشه، یعنی یک قهرمان قرن بیستمی است که از جنگ به اصطلاح تروا برمیگرده و یک به اصطلاح اون سرگشتگی و حیرانی انسان قرن بیستم رو در قالب اون اسطوره باستانی میاد عرضه میکنه. اینو بهش میگن اسطوره سازی. کاری که پیکاسو کرده اسطوره سازی است.
در واقع اسطوره های خودش رو ساخته، خیلی هم به اصطلاح ریشه در هنر اصیل اسپانیا داره و هنرهای شرقی، یا اونایی که به هنرهای شرقی پرداختن همینطور. بنابراین به نظر من آقای عربشاهی یک هنرمند اسطوره سازه که این مراحل رو پشت سر گذاشته، یعنی اون مراحل ابتدایی استفاده از درون مایه های باستانی ایران، ایران باستان خیلی قویه در کار، تیکه تیکه کارش اینو نشون میده. در اونجا در متوقف نشده مثل هنرمندان به اصطلاح قهوه‌خانه که یا سقاخانه که فرمودن، در اون متوقف نشده بلکه جهشی یافته به خاطر کار مداوم و به اصطلاح هوشمندی هنرمند به شکل ناخودآگاه دریافته که هنر کجاست. هنر در این تابلوی که ببینید در کهکشان، من یه دوره‌ای که ایشون کار کردن اسمشو گذاشتم دوره کهکشان، یعنی با کهکشان زیسته و به شکل به اصطلاح تخیلی یا آبسترد کهکشان‌های خودش رو ساخته، کهکشان‌هایی که به نظرم حالا فقط یه نمونه شما اینجا می‌بینید، من ده ها نمونه دیگر رو این افتخار رو داشتم 18 سال پیش در خونه ایشون دیدم و این یه دوره است. به هر حال این دوره ها رو اگه بخوایم کنار هم بچینیم، بگیم دوره ابتدایی که فقط بنمایه های کهن رو میبینید، آشوری، بابلی، فروهر ایرانی، نمیدونم بنمایه های تخت جمشید و خیلی چیزهای دیگه، شما به شکل شاید کوچکتر و تجریدی تر ببینید، ولی اون کارها یک شروع بیشتر نیست. در دوره دوم ایشون میرسن به اصطلاح اون همون هویت یابی و اینکه هیچ هنری جهانی نمیشه مگر اینکه به ریشه های اصیل و بومی خودش پیوند بخوره، منتها نه به شکل سنتی. اینو ایشون دریافتن، یعنی خیلی ها سعی کردن همون به اصطلاح خوشنویسی هایی که میبینید همه اینا هم همه اصیل و بسیار زیبا و عرض کنم که بشکوهند، اما جهانی نیستند. چرا؟ برای اینکه هنری وقتی جهانی میشه که از جدیدترین دستاوردهای تکنیکی جهان هم بهره‌مند بشه با تکیه بر به اصطلاح اون نقش‌مایه‌های بومی. این دوتا پیوند این دو جریان بسیار دشواره و عرق سوزان روح به قول براهنی میخواد، یعنی واقعا عرق سوزان روح میخواد. همینجوری که من تقلید بکنم از هنر، خیلی هم شب و روز بشینم هنرهای باستانی و اساطیر کهن ایرانی رو مطالعه بکنم تکنیکم، ولی چفت و بست کردن این دو جریان بسیار بسیار کار دشواریه. دوره بعدش که هنر آبستره، یعنی در واقع اوج آبستره رو در کار عربشاهی میبینیم، به خاطر این استش که اسطوره هم زبانش تجریدی است، زبان ابجکتیو و رئالیستی نداره، واسه همین شگفت‌آورن اساطیر. بنیادش از اسطوره هم خودش جزء هنره. شما فکر میکنید اونایی که هنرهای بدوی و ابتدایی رو آفریدن یا در مرحله جلوتر هنرهای اصیل ایرانی که در هنر زیویه در لرستان مال چند هزار سال پیش، یا همون نگاره های سیلک کاشان نمیدونم و خیلی هنرهای بومی و اصیل دیگر ایرانی، اینا فکر میکنید اینا همون در واقع تجریدی هستن؟ یعنی هنر شرقی مبناش تجریده، چون مبناش اون تفکرش عرفانی است، تفکرش ماتریالیستی به اون مفهوم نیست، بلکه درون نگر. بنابراین اسطوره ها درون نگر، تجریدی، تماما خیال و نمادین. نماد اصل و جوهر اسطوره است. حالا این اسطوره چه به شکل روایی باشه، یعنی شما یه داستان اسطوره مثل گیلگمش داستانه، ولی اسطوره میتونه حجم باشه، اسطوره میتونه تصویر باشه، حتی موسیقی و نمایش. بنابراین
تنها مزیتی که به اصطلاح یعنی اون شانس و اقبالی که آقای عربشاهی داشتن این که من نمیدونم چگونه این دهه 40 هیچ کتاب اساطیری وجود نداره. یعنی اولین کتاب اسطوره اساطیر ایران که دکتر مرداد بهار زنده یاد 1350 نوشته، آیا واقعا ایشون خون و اون کتاب معروفی هم نبود؟ یعنی خیلی اسطوره مثلا الان مثلا 30 ساله که در ایران نهادینه شده، تازه ما توجه کردیم که بله اهمیت داره کاربرد اسطوره در هنر، چرا که شاهکارهای جهانی رو شما مطالعه میکنید چه شرقی چه غربی میبینید که اونایی موفق و شاخص شدن که بر بستر هویت‌های بومی حرکت کردن ولی زبان جهانی پیدا کردن. هویت‌های بومی یعنی همین که من گاهی مثلا خیلی تعجب میکردم این در کار آقای عربشاهی میبینید که طلاکاری خیلی زیاد، بیشتر کاراشون یه جایی بالاخره یه تیکه طلا داره. این هنر اصیل مانوی بوده، یعنی مانی به عنوان پیشکسوت هنر ملی ایران مینیاتور نقاشی در کارهای مانوی ها که باقی موندم، کتاب هنر مانوی که من 10 سال پیش منتشر کردم اونجا اگه مطالعه یا ببینید نقاشی ها رو ببینید که چقدر طلاکاری شده، یعنی از طلای واقعی نه اینکه رنگ طلا، این بهش میگفتن زرنگار، یعنی زرنگار یا هنر مطلا یک به اصطلاح لایه ها و براده های خود طلا رو به کار می بردن در نگاره های مانوی که چون به هر حال هنر قدسیه، هنر دینیه، هنری است که در معابد مانوی به کار می رفته. این که واقعا این طلاکاری هایی که می بینید من سوال کردم و فکر نمی کنم چون متون طرفان هم خیلی جدیدن توجه شده بهش هنر مانوی، حالا حداقل در ایران کتاب بنده 80 سال پیش چاپ شده، دهه 40 و 50 هیچ اشاره ای و نشانه ای به هنر مانوی نبود. شاید ایشون به طور تجربی از موزه ها، از به اصطلاح فرصتی که ایشون داشتن در فرانسه در کشورهای دیگه، از موزه ها ببینید، یعنی در واقع دانشگاه ایشون فقط دانشگاه هنرهای تزیینی نبوده، دانشگاه ایشون قطار کردن و رصد کردن من فکر میکنم که یعنی اهم هنر جهان رو ایشون به نظر من دیدن یا زیر و رو کردن، مداقه کردن و تمرین کردن. یعنی در هر قسمت شما میبینید، میبینید که اینا همینجوری به دست نیومده بلکه با پشت سر گذاشتن دوره های متفاوت هنری است که بعد از این دوره آبستره و یعنی این سورئالیزمی که ایشون آفریدن، من در یه مقاله دیگری که اینجا مال بروشور نیست بلکه در کتابشون مثلا منتشر میشه اونجا اشاره کردم و استاد جلال ستاری هم با من موافق بودن این نکته رو وقتی با ایشون مطرح کردم، فرمودن که بله سورئالیزمی که عربشاهی آفریده فقط صرفا سورئالیزم غربی نیست، یه چون سورئالیزم به اصطلاح رها شدن هنرمند و به اصطلاح یک هنر فلبداهه اگر راحت بگیم، که یعنی سپردن همه چیز به ناخودآگاه که در به اصطلاح هنر سورئال آفریده میشه، یعنی خیلی اراده هنرمند دخیل نیست. اما سورئالیزم عربشاهی یه سورئالیزم خودآگاهانه است، یعنی دقیقا مثل یه مهندسی این نخها رو ترسیم میکنه، مثل نقشه بردار دقیقی که میشینه یه معبدی رو میسازه. من تابلوهای ایشون رو به معابدی تشبیه میکنم یا به قصر کافکا که با اون ذهن پیچیده سورئالیستی کافکا آفریده شده، به همین آسونی به دست نیومده. بنابراین ارتباط با تابلوهاش هم به آسانی به دست نمیاد. اینکه ما 2 دقیقه 5 دقیقه وایسیم جلوی تابلو بعد بگیم آقای عربشاهی چه کرده، این به نظر من درست نیست، بلکه هنرمندان جوان به نظر من باید این دوره‌های هنری 50 ساله رو نه تنها
مرور بکنم و مطالب، بلکه باید به شکل اجراییش هم تا حدی تجربه بکنن و بر بستر، چون یه دفعه نمیشه. ما مثلا تمامی انقلاب مشروطه رو پشت سر گذاشتیم، یه دفعه میخوایم پست مدرن میشیم، نمیشه. ما هنوز هنرهای ملی گذشته خودمون رو نشناختیم و حتی برای شناخت اینها به نظر من توجه به اسطوره های ایرانی و نقشمایه های اساطیر ایران باستان، حتی اگه در جاجیم، در عرض کنم که منجوق دوزی، در هنرهای سنتی ما، در گلیم و همه چی، همه اینها رو به نظرم آقای عربشاهی تجربه کردن. این تجربه ها رو شما به شکل به اصطلاح انتزاعی، هر تیکه از این تابلوها رو ببرید مانیتورینگ بکنید و به اصطلاح تجزیه و ترکیب کامپیوتری بکنید، میبینید که تمامی عناصر کاشی ها همه چی رو توش میبینید. آخرین بحث این که با دارش هم استاد دارش مرتاکی، هم این که ایشون پست مدرن هستن یا نه، این سواله. به هر حال ما بحث خواهیم کرد با هم. به نظر من آخرین دستاورداشون، یعنی کارهایی که ماشاءالله سرپا و زنده تو این 18 سال اخیر که کارشون، مخصوصا آخرین دهه، به نظر من پست مدرنه. پست مدرن به این معنی که ایشون تونستن اون زوایای پنهان به اصطلاح نقشمایه های کهن ایرانی، اصالتا ایرانی رو با یک زبان جهانی به دنیا عرضه بکنن. یعنی آشتی سنت، یعنی اون که سنت و مدرنیته، این که اگر مدرنیته به بن‌بست رسیده، برای اینکه سنت رو منکر شده، سنت و ارزش‌های قویی که در هزار توی سنت نهفته است، دریافتنش کار هر کسی نیست. ایشون تونستن از اون زوایای پنهان سنت‌های کهن ایرانی به یک زبان جهانی، یعنی بر این تابلو اگر در هر جای دنیا گذاشته بشه، ضمن حفظ اون هویت‌های ملی و بومی، به یک زبان جهانی رسیده که به اصطلاح، یعنی همون من اسمش رو گذاشتم هنر تجریدی فرامدرنی که خاص عرب شاهی است. من دیگه صحبتی ندارم، اگر سوالی بود در پایان در خدمتتون. متشکرم از آقای اسماعیل پور که این توضیحات رو در ارتباط با کارهای آقای عربشاهی دادن، که نگاه کردن به کارها از یک زاویه خاص که اون رو زاویه اسطوره شناسی و اسطوره میدونیم. ممکنه شما هم سوال کنید آقا شما نظرتون راجع به صحبت‌هایشون چیه در کارهای آقای عربشاهی؟ این گرایش وجود داره؟ من هم این رو تایید میکنم. شما وقتی به کارها نگاه بکنید، یک حالت اسطوره‌ای کارها دارن. اصولا وقتی یک کاری به حیطه تجرید میره، پا در زمینه اسطوره میذاره. ولی این مسائل رو چجوری آقای عربشاهی به دست آوردن؟ نظریشون این بود که سری کتاب باید مطالعه کنیم. اصلا نیازی به کتاب نیست، چون جهان ما که توش به دنیا میاییم، بزرگ میشیم، جهان اسطوره‌ایه. در قسمتی از جهان ما زندگی میکنیم که مسائل آینی، مسائل دینی، مسائل اسطوره‌ای، اینا هنوز حاکم هستن. اصلا نیازی نیست ما اینا رو بخونیم، از طریق زبان ما اینا رو میتونیم درک بکنیم. این یک درک درونی است که همه ما داریم. همه ما به یک ترتیبی فکر اسطوره‌ای داریم، چون وقتی ایرانی هستیم اینو داریم و بی خودی هم با این زیاد جدل نمیشه کرد. باید اینو خوب فهمید، باید بفهمیم که اینو داریم و تبدیل کنیم به یک امکان اینو، نه اینکه تسلیمش بشیم همونجوری که استاد گفتن بیام تبلیغشو بکنیم. منم با دکتر ستاری صحبت کردم، گفت من اسطوره‌ها رو اینقدر کار کردم برای این نبوده که تسلیم اینا بشیم، برای این کار کردم که نیش زهراگین اسطوره رو بکشم، چون اسطوره ها بعضی جا خیلی خطرناکه. امروز ما بر اساس اسطوره ها نمیتونیم زندگی بکنیم، ولی همینجوری که استاد گفتن باید اینا رو بفهمیم، بعضیشون استفاده بکنیم. یکی از جاهایی که بسیار خوب استفاده شده، آقای عربشاهی استفاده کرده. شما نمیدونید که توان اسطوره ای و توان متافیزیکی پشت این کارا وجود داره. من که آرتیست هستم اینا رو درک میکنم،
که میبینم یک همچین چیزی وجود داره و این نیازی هم نداره ایشون مطالعه بکنه چون توی مسئله بزرگ شده. اینو اصلا داره، در وجود ماست، ما اینو میتونیم خیلی نه باهاش لج کنیم نه بهش بهای بیشتر بدیم، اینو به کار ببریم. من خودم در کارام به کار میبرم، با وجود خودم هیچ وقت جدل نمیکنم که بیام جدل کنم اینا اینجوری کنم، نه، به تدریج در روند تکاملی خودش اینا شکل میگیره، در ارتباطی که با ارتباط تنگاتنگی که من با جهان دارم اینا شکل میگیره و موقعیت پیدا میکنه که در همین آثار از نقطه نظر متافیزیکی و اسطوره‌ای این کار شده و کارا شما رو به یک فضای متافیزیکی میبره و شما این نمیدونید چیه، اونو خود هنرمند میدونه، تاثیراتش روی ما، این تاثیرات اسطوره متفاوته، رو شما یه جور تاثیر میکنه، رو من یه جور دیگه، من یه جور در کارم اینو منعکس میکنم، شما یه جور دیگه. اینو فقط آقای عربشاهی میدونه چجوری از اینا استفاده کرده، از این تاریخ خودش، و ما همینو میخوایم. ما نمیخوایم که نه با سنت لج بکنیم نه اینو از بین ببریم چی، ولی سنت پتانسیلایی داره، یک نوع سرمایه است که ما از این سرمایه‌ای که داریم استفاده بکنیم. حالا یکی نمیخواد استفاده کنه اشکالی نداره، بسیاری از آرتیستای ما اصلا به این کار توجه ندارن، ولی اونا به ورطه هولی پا میذارن. من با تمام آرتیستای درجه‌ای که دنیا اینا رو مقایسه خواهم کرد، چون هیچ ویژگی مال کشور خودشونو ندارن، پس آدمای تراز اول وجود دارن، باید مطابق اونا کار کنن. کارشون هم پایین نمیارم، در معمارا خیلی زیاده. آقای میرمیران یه معماری است که مدرن کار میکنه، اصلا کاری به کار دیگه نداره، کاری دیگه نداره، ولی آقای دیبای جور دیگه کار میکنه. اونو من در یه سطح دیگه میذارمشون، در یه سطح دیگه، هر دو ارزشمند هستن. شما میگید اینا ضرورت داره، میگم بله، در یک جامعه این شکل نگاه ها وجود داره، همه جور هست و ما نباید با هیچ کدوم مخالفت بکنیم، ولی وقتی فضای آدم های نوگرا رو آدم های قدیمی تنگ میکنن، ما اونجا عکس العمل نشون میدیم، میگیم نه، این فضا مال شما نیست دیگه، شما به اندازه کافی فضا داشتید، تاریخ به شما فضا داده، شما استفاده نکردید، الان عرصه رو به روی اونهایی که میخوان نو کار کنن تنگ نکنید، در جای خودتون باشید، محترم هستید، روند تاریخی شما رو کم کم به کنار میذاره. ولی من نمیتونم این کارو بکنم، من راجع به هیچ کاری هنر کلاسیک هم حتی کنار نمیذارم، میگم اون هنر باید باشه. این به صورت مقدمه گفتم، ولی یه سوال مقدر شما اینه، میگه آقا شما اینقدر زیاد حرف میزنین، شما بفهمین این کارهای عربشاهی چیه، در یه لحظه شما چی میبینید اینجا؟ من یه لحظه است که با شما با یک نمایشگاه روبرو میشید، اون یه لحظه است، بعدا منطقی بهش فکر میکنید. این لحظه، این کدوم لحظه است؟ شما بلافاصله من چی میگید؟ من بلافاصله به شما میگم که کارهای تجریدی را میبینم، کارهای انتزاییه. آقای عربشاهی به هیچ کار مشخصی در دنیا اشاره نمیکنه، نمیخواد وارد این کار بشه. اون یه آدمی است بالا وای میسته، وارد کارهای روزمره که باید هزار و یک پاسخ بده به اونا وارد نمیشه. با یک نگاه کلی به جهان نگاه میکنه. یعنی به هیچ عامیانگی تسلیم نمیشه، به هیچ چی هم تسلیم نمیشه. میخوام اینو بهتون بگم. هر چی رو ایشون بگید ایراد خواهد گرفت. میگم نه این خوب نیست، این باید اینطوری باشه. این اون چیزی است که اون آدمی که اندیشه تجریدی داره همین اینه. شما میپرسید از من که خب در زندگی ما بهتره اندیشه تجریدی داشته باشیم یا یک ابژکتیو باشیم؟ میگم هر دو. نه من معتقد هنر برای هنر هستم، نه معتقد هنر برای جامعه. من هر دو رو میگم، هر دو هستم. لحظاتی وجود داره که یک انسان میخواد تنهای تنها باشه، به هنر خودش فقط فکر کنه، ولی لحظاتی نیاز داره مثل اینجا نمایشگاه داشته باشه، تجلیل بشه، و این نیازمندی ماست. ما نمیتونیم تو اینا هیچ کدوم وایسیم، بر اساس نیازمندی های فردی خودمون تصمیم میگیریم چیکار کنیم به عنوان یک آدم های آزادی. آقای عربشاهی این تصمیم رو اینجا گرفته، انتخابش این انتخاب اینجوری است، انتخاب فرهیختگانه، یعنی اینا آدم های عادی از اینا سر در نمیارن، میاد اینجا نگاه میکنه، میگه آقا یه مربع یه مستطیل اینجوری اینجوری، و میره و میره طرف کارهایی که همکارمون آقای تناولی داره، میگه آقا چقدر جالبه این منبر و این چقدر جالبه. کارهای اونم بد نیست، من نمیگم بده، ولی هر کدوم جای خودشو داره. اینجا یه آدم حرفه‌ای باید به این کارا نگاه بکنه. وقتی نگاه میکنید اگه حرفه‌ای باشید، شما رو میکشونه به اسطوره فضا و زمان. یعنی اینا هیچ زمان و مکان و مشخصی ندارن، من نمیتونم اینا رو زیاد منتسب بکنم به یک فرهنگی، هم مدرن هستن هم سنتی، چون من میفهمم اینا رو ممکنه یه خارجی نفهمه، این رنگی که اونجا وجود داره من چقدر سابقه تاریخی باش دارم، چقدر ارتباط دارم با همین رنگ فیروزه‌ای که اینجا به کار رفته.
چقدر من با این مرتبطم، من اینو جور دیگه درک میکنم، اونم رنگ اونم اینو درک میکنه، ولی یک نشانه رو اون ممکنه فقط به از طریق نشانه ببینه، به مفهومش نمیره. ولی اینجا کارهای عربشایی تفاوتش با بقیه کارهای انصار مکتب سقاخونه یه خورده فرق داره، یعنی عقلانیت و احساسات ما رو هر دو رو در اختیار میگیره. شما باید هم عقلانی به کار رو نگاه کنید هم حسی. من وقتی وارد میشم نمیتونم شوخی داشته باشم، باید کار رو نگاه کنم، هم میبینم از نظر حسی من راضی میکنه و یک منطق توش وجود داره. میگید این منطق از کجا جاریه؟ شما چطور این منطق رو میگید؟ میگم نگاه کنید، آقای عربشایی اومده تجرید هندسی رو، زیباشناسی در هندسه رو در کارش نمایش داده. مربع یک تجرید هندسیه، ولی ایشون وقتی در تابلوش میاد اینو زیباشناسیش میکنه، یعنی من یه جوری دیگه اینو میبینم، یک جوری دیگه به این مربع، و تونسته بسیار با مهارت از این استفاده کنه و این مربع سراسر جهان رو طی میکنه. یعنی از شرق تا غرب مربع رو میشناسن، ولی از شرق تا غرب ممکنه یک چیز خاص این فرهنگ رو نشناسن، فقط من بشناسم. بنابراین یوهوی از جا کنده میشه، کاراش میره در یک جایی که یک جای عمومی نیست، یک جای بسیار اختصاصیه. از این ترکیب ها و این که بین سنت، من صحبت هم کردم ولی اینو تکرار میکنم، چون وقتی راجع به کار آقای عربشایی صحبت میکنید به طور اجتناب ناپذیر باید وارد مقوله انتزاع بشید. کارا انتزاعیه، فکرشون انتزاعیه. اگر نه شما به من یک رئالیسم اینجا نشون بدید، یک نکته نمیبینید که ایشون اشاره کرده باشه به یک چیز عینی بیرونی، که رئالیسم این شرطشه. شما اون چیزی رو که بیرون است منعکس میکنید. تمام اینا از ذهنیت خودش، یک تاریخ خودش، و اون تاریخ میگذره و اون جوری که میخواد اینها رو میاد بیان بکنه. ولی برای من بیننده دو تا ریشه داره. میگید این کجاست؟ بالاخره به ما بگید این داره چیکار میکنه. میگم مجردات مربوط به سنت رو با مجردات در مدرنیته رو با هم میتونه این خوب در یه جا یک کار ازش به وجود بیاره، چون این مجردات شرط نمیذارن. اینا شرط در نگاه های التزامیه، در زندگی روزمره ماست که ما شرط داریم. اونجا ما مجبوریم نگاه بکنیم، یک چیزی مشخص میشه، این چیز مشخص از خودش دفاع میکنه. ولی ایشون وارد این تشخص نمیشه، تشخصش اینه که وارد این کارا نشه، خودشو کوچیک نمیکنه که بیاد وارد این مسائل بشه، مسائل روزمره بشه. در صورتی که من فقط خواهشم اینه وقتی این صحبت رو میکنم، من نمیخوام اون آدمایی رو که این خط رو دارن طی میکنن که فراوونن در پست مدرن ایران، یعنی هنرمندان ایرانی که در خارج از این مقوله نون میخورن، شهرت دارن، زیادن، اسمشون هم نمیخوام ببرم که تعبیض نشه، زیادن، و به یک نوع، خصوصا به یک نوع هنر دوران قاجار یا نشانهای دوران قاجار توجه دارن و اینو باسمه شده یه مقداری متاسفانه، یعنی باسمه شده، از این نون میخورن. ایشون گرفتار این باسمه نیست. یک چیزی که در کارهاشون من میبینم بسیار درونی و بسیار آرامه، هیچ گونه تظاهر در کار وجود نداره. ایشون زندگی خودشو کرده، علاقمندی های خودشو در زندگی با علاقمندی های جهان اومده توأم کرده. یعنی اولین سوال اینه که یک هنرمند چجوری با این جهان رابطه برقرار میکنه. یکی از طریق بازنمود چیز میکنه، اونم بد نیست، اونو دوست داره. یکی از این را، ایشون از این آدمایی است که اصلا به این چیزها کاری نداره، میگه من با این چیزهای موقت، به این چیزها اصلا کاری ندارم، من به زمان کار دارم. زمان رو شما در کارهای ایشون حس میکنید یا بنده حس میکنم، و مکان رو، یک تو در تویی مربع اینجا وجود داره. این تو در تویی اسطوره ساز، زمان ساز، و ما رو در داخل خودش جذب میکنه و از اینجا اون توان لازم رو میگیره. به چیز اسرارآمیز برای منی که تو کار هنری هستم عبارت است اینه که آقای عربشایی از این نشانهایی که آقای دکتر گفتن، چجوری مثلا بین النهرین هنر آشور کله سومر، چجوری از اینا استفاده کرده. من تو کارهای مؤخر آقای عربشایی اینا رو خوب نمیبینم، ولی تونسته اینا توانشون در اینجا حضور داره، ولی خودشون حضور ندارن. اینا اسراری است که از خودش باید بپرسین. اگر من بودم به شما میگفتم مثلا من این کارو کردم، اینجوری کارایی کردم، ولی اینا فقط هنرمند میدونه چجوری از این توانها در اینها علاوه بر شکل من یک پتانسیل میبینم.
پتانسیل از مواردی است که ممکنه منعقد اصلا به این توجه نکنه. وقتی جلو تابلو وای میسید یک نیروی به شما منتقل می‌شه. این نیرو از کجاست؟ نیرو ممکنه از شکل‌های بازنمودی باشه، شما شکل ببینید خوشتون بیاد، ولی مسئله از این مسئله دورتره. و این توانایی این هنرمنده که چطور تونسته از اینها استفاده بکنه. یعنی به طور مختصر من میگم ایشون یه آرتیستیست که انتزاعی کار میکنه، گرایشات انتزاعیش مربوط به هندسه انتزاعی است و معماری ایرونیه، ولی اینا هیچ کدوم ظاهر نیستن و تونسته از این پتانسیل سنت خوب استفاده کنه. شما ممکن بپرسید مگر انتزاع گرایش داره؟ میگم بله انتزاع گرایش داره. یه خانومی مثل خانوم مرحوم لاشایی انتزاعی کار میکنه و گرایشاتش به طبیعته. یه آدمی مثل هادی جمالی گرایشاتش به رنگه. یا مثلا خانوم پریوش گنجی اونم انتزاعی کار میکنه ولی با گرایشات رنگه. یا رودکو ابسر اکسپرسیونیسته، ایشون یک چیزی رو داره، یک گرایشی داره که گرایشش از یک سنت حاصل میشه، میره در مدرنیته و کاملا این گرایش معمارانه و مربوط به رنگ، انتزاعی رنگ در کاراش، کار در سیطره ایناست. اگر از مربع ها رو از داخل خیلی از کارا بردارید، کارا افت میکنه دیگه، ندارید اون کارو کار. ولی این مربع رو ایشون بلده چجور با رنگ‌های ایرانی توأم بکنه و اینا رو چجور کنار هم بذاره و از یک مربعی که یک چیز هندسی است پوزیتیویستیه و بتونه از این استتیک ایجاد بکنه، یا همینطوری دایره. پس این تجرید رو ایشون خوب بلده ازش استفاده بکنه و کارهایی که داره اینجوریه و آدمی است که پا به این جهان نمیذاره، به این جهان نگاه میکنه. جهان تجریدی است، جهان تجریدی میگید خوبه؟ میگم بله، به ما کمک میکنه به طرف جلو بریم، مگر نه جهان روزمره جهان تکراره. هنرمند وظیفش اینه چیزای نو به ما بده، جهان رو دگرگون کنه، رابطه ما رو با جهان تغییر بده. و این کارا این کارو میکنه. شما وقتی وارد نمایشگاه میشید و بیرون میرید آدم دیگه میشید. در مورد تجرید آقای عربشایی من صحبت کردم، یه صحبتی کردن آقای استاد که گفتن که این کارا پست مدرنه. من میگم به طور کلی نه، آقای عربشایی در اوج مدرنیته است، اون چیزی که میفرماین درسته، ولی در یک زمینه با پست مدرنیسم چیز هستن، همراه هستن. اونجا اون مداراجویی که در کارهای آقای عربشایی وجود داره، چون مداراجویی یکی از ویژگی‌های پست مدرنیسمه. در پست مدرنیسم مدارا وجود داره، من شما را قبول میکنم، شما من را قبول میکنید، و این مدارا را فیما بین دو تا فرهنگ به وجود آورده و اونم به صورت تجریدی، به صورت پایین، ابتذال نمیگم، به صورت پایین نیست، ولی آدمای دیگه در سطح دیگه کار میکنن. به همین جهت من یک والور بالاتری به ایشون میدم، ایشون رو در یه سطح دیگه میبینم. همه از فرهنگ غنی خودشون استفاده میکنن، حضورم داره، این فرهنگ زیادم لازم نیست که ما مطالعات اونجوری بکنیم. هم که زبان فارسی رو صحبت میکنیم، چون امروز روز فلاسفه میدونن که زبان بزرگترین عامل توسعه و حفظ فرهنگه. همین که فارسی صحبت میکنید شما نمیتونید به من بگید من ایرانی نیستم. تو پاریس باشی، تو نیویورک باشی، من میگم همین زبان رو صحبت میکنید کافیه دیگه، چون از این زبان ما همه چیز رو میاموزیم. پس اینا همه تو این زبان ما وجود داره، ایشون از اینا استفاده میکنه. سوال میکنید پست مدرن؟ میگم نه. میگید چرا؟ میگم پست مدرن ویژگیهایی داره. کارهای عربشایی فراروایته، یعنی یک چیزایی رو میگه در یک از یک اوجی صحبت میکنه که و دارای ساختاره. اگر این ساختار ازش بگیریم اینا همه افت میکنه و متکثر نیست، یگانه است. یعنی تمام این ترفندهایی که داره اینا را در یک یگانگی به کار میبره، ولی دست پست مدرن یگانگی ما نداریم، تکثر داریم، فضا توش وجود داره، عناصر متکثر وجود داره. این فراروایت مدرنیته است که یه دیگه هم اینو نقد کردن، حالا من وارد نقداش نمیشم، ولی اون توان مدرنیته در اینا وجود داره. توان مدرنیته باعث اینه که ما رو در مقابل این جریانات تسلیم میکنه، یعنی میگه من یک کارم، باید به من نگاه کنید و
نمیتونید شوخی بکنید. ولی کارهای پست مدرن به عامیانگی گرایش پیدا میکنه، متکثره. من وارد اون کار اون ویژگی‌های اون پست مدرن نمیشم چون خیلی زیاده، ولی میتونم مختصر بگم نه، این در این زمینه ولی بر این مداراجویی را باز کرده، چون پست مدرن چیزی نیست که قائم به ذات باشه. پست مدرن از داخل مدرنیته به آهستگی در میاد، به آهستگی ظهور میکنه، مداراجوییش یواش یواش به وجود میاد. و چیزای دیگه، چون ما مدرنیته رو اگر نقد کنیم، نقدایی داره، ولی یک دوران بسیار عظیمی است که به تمدن بشری کمک کرده و ما از اون استفاده میکنیم و ایشون به طور بسیار خوبی از این مدرنیته تونسته استفاده بکنه. در بعضی جاها قدم میذاره تو پست مدرن، ولی جا و مکان اون یک مدرنیته در اوج، حداقل در مملکت ما اینه و باید ازش تشکر بکنیم که این کارهای خوب رو در اختیار ما گذاشته که ما اینا رو ببینیم، چون این کارها رو هر جا نمیبینید، کارهای دیگه میبینید که از براحتی از بغلش میگذرید، ولی این کارها تاریخ ماست و اینها رو ما باید بشناسیم. اگر بنده هم دارم صحبت میکنم با عنوان یه وظیفه دارم صحبت میکنم، چون وظیفه من آرتیست اینه که من باید اینها رو بدونم. بعضی از جاها به اصطلاح کاملا تکنیکیه که فقط یه دونه آرتیست میدونه بدونه که این رنگی که اینجا گذاشته یا اندازه هایی که ایشون داره، اندازه ها در مقیاس جهانیه. امروز جهانی شدن مقیاس ها رو هم تغییر داده، کارهای کوچیک اصلا مورد توجه نیست، اصلا مورد داوری قرار نمیگیره، از بغلش رد میشی میری. ولی وقتی کار بزرگه میگه من در مقیاس منطقه‌ای و مقیاس جهانی میخوام کار کنم و این توانه انجام این کارا رو من در هر کسی نمیبینم و این فهم بالایی که در اجرای کارها وجود داره که در چه مقیاسی اینا رو بذاریم، چه رنگایی بکنیم، همه از یک پختگی برخوردارن که من در اینجا از آقای عربشاهی تشکر میکنم که اینا رو در اختیار ما گذاشتن و لذت وافر بردم از نمایشگاهشون. یه نمایشگاه یونیک بوده، منو وادار کرد که بتونم راجبش صحبت کنم و این گفتگوهای مختصر رو داشته باشم. من صحبتمو تموم میکنم، اگر آقای استاد صحبتی داشتن بفرمایید. من صحبت خاصی ندارم، ولی اشاره به همه چی شد. میتونیم اضافه بکنیم که استحکامی در آثار عربشاهی وجود داره که در کمتر، یعنی اینا شاخصه های به نظرم جهانی هنره، یعنی اینقدر محکم، اونقدر به اصطلاح مستحکم و قوی طراحی. من فقط باز تاکید به دو تابلو پشت سر خودم میکنم چون اینا رو دیدم ساعتها، واقعا ببین چقدر محکمه، یعنی مثل یه برج. ببینید شاهنامه، همیشه من میگم شاهنامه یه برجه، یه برجی است که آجرهاش از کلمه درست شده. اگر اون استحکام و اون به اصطلاح انسجام که در شاهکار، وقتی مثل شاهنامه شاهکار جهانیه، به خاطر همون استحکام و انسجامه که تمامی عناصر به اصطلاح واژگانی و معنایی رو شما موسیقی در شاهنامه دارید، رنگ در شاهنامه، هزاران رنگ در شاهنامه، عرض کنم نمایش در شاهنامه، قهرمان پردازی، روانکاوی شخصیت ها اینا. حالا من مثال برای شاهنامه میزنم برای اینکه مثلا این روشن‌تر بشه. استحکام رسیدن به یه انسجام، کار هر کسی، مثل یه نفر مثل فردوسی، اونم بعد از 30 سال، بیشتر از، چون اگرچه معروف شده بسی رنج بردم در این سال، 10 سال بعدش هم فردوسی رو شاهنامه کار کرده، اون میگن ورژن دوم، یعنی نسخه دوم رو کار کرده. بنابراین این رسیدن به این استحکام، مداومت در یک کاری که یه عمر میطلبه، ولی لذتش اینه که جاودانگی میاره. به نظرم در نظر گرفتن اینکه شما، خب خیلی ها انتزاعی کار کردن و میکنن یا سورئالیستی کار کردن و میکنن، اما تداوم در این کار و این عشقی که سالها و سالها درونی
هنرمند میشه و میتونه یه زبانی پیدا کنه که فقط زبان خودشه. یعنی این تابلو نیازی به نظر امضای آقای عربشاهی ندارن، برای اینکه خودش اصلا امضاست. یعنی خود تابلو چه کسی ده، حتی در همین مملکت میتونه تمامی هنرهای چند هزار ساله کهن خودش رو، از ام از سنتی و هنرهای دیوارنگاره ها، معماری، برجستگی معماری اشاره شد که واقعا بعضی از کارها شما فکر میکنید معماری است. همه این آیتم ها رو در کنار هم قرار دادن و یک عمر با اینها زیستن و با هنر مدرن جهان تماس نزدیک داشتن، همه اینا فرصت هایی بوده که برای یه نفری به نام استاد عربشاهی اتفاق افتاده. این جوون بوده، رفته میان موناکو پاریس شرکت کرد، چند سالتون فکر کنم 25 3 4 سالش، کمتر هنرمند ما این فرصت رو پیدا میکنه. حتی شاعران ما، یعنی ما اصلا بهترین شاعر، معروف ترین شاعر ما دعوت کردیم تابستان پارسال، رفتیم چین، انگلیسی بلد نبودن که با شاعران دنیا صحبت کنند، من مترجمشون بودم. یعنی این نمیخوام ایراد بگیرم، ولی میخوام بگم که در عین توجه به هنر بومی، اون مسئله گلوبالیزیشن و جهانی شدن هنر، ریشه در خاک داشتن اما تنومند شدن و تنیدن در این واقعا عظمت هنر جهانی که رقابت، میدونید خیلی کار دشواریه رقابت کردن در عرصه‌های هنری دنیا، به نظرم خیلی کاریست کارستان. و این به نظرم دوباره تاکید دارم بر هم، درسته که انتزاییست، انتزایی این نیست که شما همه چیز رو به خیال بسپاری، به ناخودآگاهت بسپاری. درسته هنر در ناخودآگاه آفریده میشه، اما اون پس اگه اینجوری باشه، هر کودکی میتونه ناخودآگاه خودش رو به اصطلاح تصویر بکنه، بگه منم هنر، بله هنر کودکانم هنر انتزاییه. اما اینکه اون تجربه ها بچی میشه، اون تجربه های زیستی، تجربه های هنری، تجربه های تکنیکی و استتیک، همه اینها به اصطلاح باعث میشه که یه هنرمند بعد از 3-4 دهه به یک، یعنی به اصطلاح به یه آفرینشی میرسه که این آفرینش آن خودشه، یعنی زبان خودشه. این در عین اینکه ریشه در هویت‌های ملی و سنتی ما داره و به یه زبان جهانی رسیده، ولی محض این آفریده و تراوش‌های خود هنرمند، یعنی مثل بچه‌هاش، یعنی باید ارتباط ژنتیکی با روح هنرمند برقرار بکنه، چون تصویر دنیای عربشاهی در واقع تصویر کهن الگوی ماست. یعنی این یک خواب ملی است. یون خیلی ساده گفته، خواب معمولی، خب همه ما خواب میبینیم، اما اسطوره های هر ملتی، هر قومی، خواب های جمعی این قومه. آقای عربشاهی خواب های فردی خودش رو به خواب های جمعی، یعنی آثاری که آفریده، درسته که انتزای زبان جهانی است ولی یه زبان شرقی است، هویت‌های ایرانی توش هست، اون به اصطلاح اصالت‌های رنگی، حالا مال تکنیک من نمیشم، واقعا جای بحث داره که از نظر تکنیکی تک تک این رنگ‌ها، احجام، اون هندسی، نقوش هندسی که وجود داره، استفاده از عناصر معماری، همه اینها به هم به نظر من مربوطه که به اصطلاح تبدیل میشه به یه آفرینشی که به اصطلاح کسی نمیتونه، به اصطلاح یه جزء از این تابلو رو شما نمیتونه اگه دست بزنیم، به نظرم خراب میشه، خود ایشون هم نمیتونم به نظرم دست بزنم، برای اینکه اون استحکام آفریده ناخودآگاه و ناخودآگاه جمعی به نظرم به اصطلاح هویت‌های ماست که ایشون در ناخودآگاهش در واقع خواب. من گاهی اوقات که آقای عربشاهی رو، خودشون هم اعتراف میگم، من با اون هنرمندی که به اصطلاح هنر 5000 سال پیش رو، هنر انتزاعی
به اصطلاح به آشور بین النهرین، من چه فرقی با اون، یعنی در واقع یه ویژگی دیگر هنر به اصطلاح عربشاهی به نظرم نازمانی و نامکانی هست. اسطوره زمان تاریخی نداره. شما این آثار رو به نظر من 100 سال دیگه 200-300 سال دیگه باز آثار به نظرم برجسته به عنوان نماد هنر ایران میتونه مطرح بشه. نمیتونه بگی مال عصر قاجاره یا عصر مثلا 2000 سال پیش یا 1000 سال آینده است. برای اینکه آفریدن هنر اسطوره‌ای فرازمانه، یعنی شما همیشه به هملت نیاز داری، برای اینکه هملت یه هنر تاریخی نیست، هملت یه هنر فرازمانی، یعنی در واقع در هر هزاره ای انسان به همون به اصطلاح اون بنمایه و مضمون اصلی به اصطلاح هملت نیاز داره. و دیگه من حرفی بازم اگه صحبتی هست که شما. خیلی ممنون آقای دکتر اسماعیل پور عزیز و استاد بهروز دارش. من اگه موافق باشین سوال و جوابا رو از دوستان همراه کنیم. بله اجازه بفرمایید. هر دوی استادان یه مطلب بسیار مهمی رو عنوان کردن که واقعا باعث تشکر شخص بنده است. اما در اون دههی که عنوان فرمودید، دهه 40 و 50، یک بعد فلسفی و سیاسی در این مملکت و در تمام جهان در حال عرض شود که به وجود آمدن بود. همطور که فرمودند آقای اسماعیل زاده، جیمز جویس وقتی یولیسس رو نوشت، این یولیسس اون یولیسس نبود. و چون بنده و استاد معظم جناب آقای عربشاهی تقریبا همسن هستیم، اگه شما یه 10 سال هم برید جلوتر میبینید که اون بازآفرینی که فکر میکردن جوانان اون موقع که باید در این مملکت به وجود بیاد، به انواع مختلف، چه به صورت نگارش، چه به صورت هنرهای تجسمی یا انتزاعی یا به صورت موسیقی به وجود آمد. و این شاید ما بتونیم یه نامی براش بگذاریم، البته رنسانس یه خود قوی تر از اون چیزیست که من میخوام بهش اطلاع بکنم. اما به هر حال همطور که شما هم فرمودید، این از زبان ما ساطع میشه. فرض فرمایید که در زبان ما علم لینگویستیکس، خب حافظ ما میگه خیز تا بر کلک اون نقاش جان افشان کنیم، که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. بنابراین تمام این هنرمندان ما اینها جز ذخایر و مفاخر ملی ما هستند، چه در زمینه نگارش، چه در زمینه نقاشی، چه در زمینه موسیقی. بنابراین بنده خواستم این رو هم اضافه کرده باشم و خیلی ممنون از هر دوی استادانی که واقعا افاضه فرمودند. خیلی ممنون. اصلا شما خیلی به نکته صحبت کردید. چون اینجا وقت کم بود، من به اون بعد فلسفی، ادبی، حتی سینما به اینا اشاره نکردم. این یک جریان است در این دهه که شما خوب توجه کردید، و این نقاشی هم بخشی از اونه. یعنی نقاشی در ایران بخشی از جریان روشنفکری ایرانه، مستقل نیست. وقتی جریان روشنفکری ایران یک مسیر رو طی میکنه، این با اون به دبستان داره و تقریبا میتونم بگم در درون اونه، چون تفکر از همون جایی که شما میگید میاد. نمیتونم اینو بگم خوشبختانه یا بدبختانه، اون تفکرات و خرد لازم در هنر ایرانی وجود نداره، از جایی دیگه تغذیه میکنه. میدونید این خرد تو مقصد تو مجسمه سازی یه مقداری ما همیشه لنگ داریم، تو این مسئله مشکل داریم. و این کلا در هنر ایران وجود داشته، یعنی جلوتر میرفته و اون خردی که لازمه از جای دیگه تغذیه میشده. که این توضیح شما واقعا صحبتهای ما رو کامل کرد. یعنی جامعه در رشته های مختلف در اون سالها به دلیل امکاناتی که وجود داشته و تلاشی که اون آدما میکردن، این تلاش زیاد کردن اون آدما، روز و شب کار میکردن با علاقمندی، که من نمیخوام اسمشون رو ببرم، و جریان‌های مختلف در اون زمان وجود داره، به اینا اشاره نمی‌کنیم. ولی من این چیزی رو که شما میگی 100% قبول می‌کنم. این هنر تابع اون جریانات اجتماعی بوده. اول صحبت کردم که هنر در بدبستان اجتماعی هستش و اینو فارغ از اون نمی‌دونم. حرف شما رو من کاملا ممنونم که توضیح دادید، مورد قبول من هستش. خیلی ممنون.
اولا خسته نباشید. کار سنگینی بود، مطلب سنگین بود، کاری هم که ایشون کرده کار بسیار سنگینیه. ببینید خانم آقایون، دوستان من اینجا توضیحاتی دادن برای شما که یه مقدار آشنا بشیم با اونچه که به این چهار دیوار آویزه است. اینا نه تنها ایرانی است که بسیار ایرانی است، جهانی است و بسیار جهانی است. گفته شده، بسیار هم گفته شده، فرزند زمان خیشتن باش. ایشون تونسته و موفق شده. ما کسانی که آورده داشتن تو تاریخ و فرهنگ خودمون میشناسیم. بلخی رو میشناسیم، حافظ رو میشناسیم، سعدی رو میشناسیم و دیگرتران. ایشون از دهه 40 و 50، من تصحیح میکنم و اصرار هم دارم که از 40 شروع میشه، تازه پیشمایه هاش از پیشتر از 30 و 20 شروع میشه. اشاره ایشون به مشروطه بود و درستم بود آقای دارش. توضیحی که نیاز دارم بگم به دوستمون که راجب اسطوره میگفتن از کجا آورده، خواستگاه مسعود، امیر مسعود عربشاهی، از طفولیت در توانایی پیدا کردن کشیدن بوده، شکل شناسی. عربشاهی آدم پرورده ایه، از طفولیت این بخت رو داشته که چون آدمی اون سر دنیایی مثل موزارت از طفولیت شروع بکنه و کرده و موفق بوده. سر راه این بخت بسیار شکوهمند رو داشته که از مربیان خوبی بهره مند شده. کسانی که لیستش رو، حالا کتابی که شما اشاره می‌فرمایید خواهد اومد، قطعا اونجا میاد. من اشاره می‌کنم از سال‌های 30 به بعد. شکوه ریاضی ارزنده‌ترین خروجی دانشکده هنرهای زیبا در دوره اول. معلم ایشون بوده 7 سال. کسی که جهانی فکر می‌کرد. ایرانی به هیچ وجه فکر نمی‌کرد اون خانم. مترجم گودار بود. مترجم دوبرول بود، برای اینکه از 3 سالگی تو پاریس بزرگ شده بود. پدرش سرپرست دانشجویان ایرانی در پاریس بود. این طفولیت رو اونجا گذرونده بود. دبیرستانش رو در تهران، در ایران گذروند. خب این خانم دوره اول دانشکده هنرهای زیبا که اصلا این دروازه باز شد که فرنگی فکر کنه. هنوزم فرنگی فکر میکنه دانشکده هنرهای زیبا. 18 سال بعد در ایران یک مدرسه باز شد به اسم تزیینی که شما اشاره داشتید. مدرسه بسیار با برکت، بسیار پرمحتوا، بسیار غنی. شما اشاره میکنید که اسطوره ها را کجا عربشاهی یافت؟ دونه درشت های بزرگی که برخیشون هنوز زنده هستن اونجا تدریس اسطوره میکردن. ملک مرداد بهار ایران رو میگفت. پیش از اون محمد مقدم که خودش میگفت من نه محمدم نه مقدم، من محمد مقدمم، من یک ایرانیم. اینها رو توی ذبیح الله صفا پیدا بکنید. این اینجا میتولوژی ایران رو میگفت. عیسی بهنام معماری ایران رو میگفت. اینا شناخته شده ها هستن از نسلهایی که ما رو تربیت کردن. دونه درشتی پسرخوانده آرتور پوپ تاریخ هنر میگفت، اسد بهروزان، و عکاسی رو میگفت. عکاسی کتاب های پوپ عمدتا مال اسد بهروزانه که او به خاک سپرد در اصفهان در پل خاجو پوپ رو. خب بسیار خوب. به این ترتیب داریوش شایگان میتولوژی هند رو میگه توی این مدرسه. خب از این مدرسه و از این خواستگاه نمیتونه مستعد و به حساب آماده ای جز ایشون بیرون بیاد. من هم معتقدم مثل آقای دارش در رده های متفاوت تر، زنده رودی، پیلارام، چه میدونم آلیوندی و و و و اینا بیرون آمدن، همشون هم از مختصات همین مدرسه هستن. این مدرسه و مدرسه مقدماتی قبلیش تونسته سیمین دانشور به ایشون استتیک یاد داده. خب این مایه میره که خروجی خوبی داشته باشه. بله عربشاهی کسی است که از بخت خودش بسیار استفاده کرده
و توانسته برای آینده های این مملکت و این سرزمین و جهانیان آورده داشته باشه. اگر زیاد صحبت کردم به من ببخشید. نه خیلی ممنون. شما واقعا یه تاریخ رو که ما توش یه خورده نقص داشتیم توضیح دادید و کامل شد. و یه چیزی که من میخوام اشاره بکنم، تمام این مسائلی که شما میگید وجود داشته، ولی آقای عربشاه یه آدم خاصی بوده که از اینا استفاده کرده. خودتون البته اشاره کردید باید اون مستمع بگیره اون چیزی رو که اونا میگن، از اونجا شاگردای دیگه هم بیرون اومدن، ولی این استمرار، این یک عمر کار کردن و علاقمندی که هنر ببینید تا از شما عمر نگیره به روی شما آغوش باز نمیکنه، اصلا شوخی نداره. شما باید عمر خودتون رو بدید تا بتونید یک هنرمند بشید. آقای عربشاهی این کار کرده و این کارا رو داریم. همیشه زنده باشه و همیشه هم سالم و سلامت ما ایشونو داشته باشیم. بازم از این کارا باشه. و از آقای مشهدی زاده تشکر می‌کنم که ایشون آنسیکلوپدی این کاراست. ما دست اون بالاست. شما مرسی. اگه سوال دیگه ای در خود. خیلی متشکر، به خصوص از آقای مشهدی زاده که بحث کمی نادقیق اساتید عزیز رو کمی دقت بهش اضافه کردن. من میخواستم چیزی نگم ولی احساس کردم ضرورت داره، چون متاسف شدم دیدم که دقت هر دو استاد به ویژه آقای اسماعیل پور در استفاده از مفاهیم، استفاده از ترمینولوژی هنر تجسمی و چه بسا حوزه تخصصی خودشون یکم نادقیق بوده. ببینید به طور خاص تأکیدی روی یک زبان جهانی شما می‌فرمایید و مدام هی از این صحبت شد در این جلسه که ایشون به زبان جهانی رسیدن. صحبت اینه که زبان جهانی یک امر همیشگیه یا یک امری که وابسته به زمانه. اگر مسعود عربشاهی در دهه 40 و 50 به این زبان جهانی رسید، امروز که این زبان جهانی این نیست. توضیح آقای دارش در مورد پست مدرن نبودن آثارشون بسیار دقیق بود، خیلی متشکرم از ایشون، چون نکته بسیار مهمی رو گفتن. و مسئله دیگه استفاده پیوسته دوستان از سنت مدرنیته. مدام ما با این گرفتاری، این سنت مدرنیته ما رو ول نمی‌کنه. 100 سال جامعه ما گرفتارش شده و با کمال تأسف از دقت بحث این واژه‌ها میندازه، میکاهه. ببینید کدوم سنت، کدوم مدرنیته، ما داریم از چی صحبت میکنیم؟ منظورمون اگر از مدرنیته یک مقوله اروپاییه، آیا مقوله ایرانی است و از کدوم سنت رو داریم صحبت میکنیم؟ این از اون گرفتاری هاست که متاسفانه در واقع تکیهگاه بحث شما خیلی هر دوتا استاد سنت مدرنیته بود و اینکه به هر حال ایشون تونسته تلفیقی بین این دوتا به نوعی به وجود بیاره. شاید من اینو در واقع به عنوان یک پیشنهاد میگم، اگه ما این واژه ها رو بذاریم کنار و یه جور دیگه به آثار آقای عربشاهی و تمام تاریخ هنر ایران نگاه کنیم و فکر کنیم، دستاوردهای بیشتری داشته باشیم. مشکل اساسی من اینه که سطح تمامی این بحثا گیر کرده در تقابل سنت و مدرنیته و ما فراتر نمیریم و این خیلی باعث تاسفه. چیزی که خیلی مایل بودم به ویژه در حوزه اسطوره شناسی بشنوم اینکه در واقع این، خب این اسطوره ها چی هستند، یعنی ما یکم وارد این بحثا بشیم. آقای دارش اشاره گذرایی کردن به مربع ها و این بحث، ولی واقعا این آیا بازنمایی کیهان شناسی ایرانی است در آثار ایشون؟ آیا اونگونه که آقای مشهدی زاده فرمودن میتولوژی هند در اینجا چه کار میکنه؟ لوح‌های ایلامی، لوح‌های آشور اینجا در کجاست؟ میدونید بس یکم فاقد دقت به دلیل اینکه اینها خوب تلاجی نمیشه برای ما. اما مسئله بسیار مهم بحث در مورد اسطوره، تقابل اسطوره پردازی و اسطوره سازی که شما فرمودین به نظرم موضوع جالبی بود و به حق هم فرمودین که به هر حال هنرمندها اسطوره ها رو میسازن. من یه خورده فکر میکنم که الزاما هنرمندها اسطوره ساز نیستن. هنرمندها چون اسطوره، با دانش من البته، اسطوره امری است جمعی توسط ملت‌ها و توسط مردم به طور عام ساخته میشه و یادمون باشه هیچ هنرمندی از تختی اسطوره نساخت، اول تختی اسطوره شد. هنرمندهای ما، چه شاعر، چه نقاش، چه عکاس، اینو رو بازروایت کردن. بنابراین ما با یک بازروایت اسطوره روبرو هستیم. کاری که جویس میکنه بازروایت اون اسطوره است و کاری که بهرام بیضایی میکنه بازروایت اسطوره آرشه. و
حالا بحث اینجاست در کاری که اصلا روایی نیست، در واقع در یک کار تجریدی، ما چگونه میتونیم این اسطوره رو بازروایت کنیم؟ یعنی مبنای بازروایت آقای عربشاهی چی است؟ یک نکته هم من این رو بگم و تموم کنم و خیلی عذر میخوام که کمی جسارت کردم. در رابطه با آثار مانوی ما فکر کنم بیش از 100 سال اطلاعات نسبتاً خوبی، گرچه این مدام کامل شده و مآخذ تازه اضافه شده به اینا، ولی دست کم دو تا نویسنده ایرانی در اول قرنی که الان هستیم، قرن هجری که هستیم، هلوش 1300، چند مقاله جامع و یک در واقع میشه گفت کتاب جامعی آقای تقی‌زاده درباره مانی و اسطوره‌های ایشون نوشتن که خب خیلی قدیمی تر از زمانی که ایشون دانشجو بودن و بنابراین هیچ جایی اصلا تعجب نیست که ایشون مانی رو بشناسن. و از طرف دیگه هم که آقای مشعری‌زاده به دقت گفتن کسی مثل اسد بهروزان که در واقع به نوعی میشه گفت که منتقل کننده آموزه‌های آرتور پاپ و تمام اون تیم عظیمی که پاپ یک نفر نیست، پاپ 50 نفرن که شده پاپ و تمام اون آموزه‌ها رو احتمالاً به شاگردان هنرکده هنرهای تزیینی منتقل می‌کرده و دیگه در مورد مهراد بهار و دیگران هم که گفتن. خیلی عذر می‌خوام از اینکه کمی گستاخی کردم. باشون تشکر میکنم. خیلی سوالی که گفتم من فقط میخواستم که اون چه که ایشون فراموش کرده بودن که عنوان میکردن که من اشارهشون اونقدر یادم اینه که گفتن که من نمیدونم عربشاهی این همه اسطوره رو از کجا یافته. من عرض کردم که 5 تا به اون اضافه کنید ستاری رو و به دو تای دیگه که من الان یادم نمیاد اینجا حضور ذهنم آماده نبودم برای سخنرانی، اما عرب شاهی آورده داره. ما توی این مدرسه تزیینی پربرکت و مبارک انقدر دانه درش مثل عرب شاهی نبدن، اینک دوست منه آورده داره، اینو آینده خواهد گفت و این جهانیه، حرفیست جهانی در عالم صورت، در عالم شکل، در عالم فرم، با یک محتوای فرهنگ آسیایی ایرانی که جهانی هم هست به نظر من. مرسی. مجسمه سازی است که من مجسمه سازم. حسودیم میشه به مجسمه سازی هایی که این میسازه. چرا؟ مجسمه رو از تجسد خارج کرده. گوش میدید چی میگم؟ از تجسد و از تجسم خارج کرده، یک قدم فاصله داره که با فوت مجسمه کنه، با فوتش، با نفسش. باور بکنید این رو، اجسام بسیار ریز و ظریف رو میگیره و متجسم میکنه به صورت یک مجسمه که من و عربشاهی الان داشتیم صحبت میکنیم، حسرت میکنیم به این توانایی. این توانایی رو به دلیل اینکه سن عربشاهی بیش از ایشونه، سن ماها بیش از ایشونه، ما هم حتی برادر بزرگترش هم کوچکتر از ماست، ویکتور کوچکتر از ما، ولی بیشتر تونستیم باشیم تو این روند و توی این روند عربشاهی بیشترین و بهترین و نخستین ترین آدمی بوده که تو این 200 سال حرفی برداشت کرده از عمرش. مرسی. ببینید این لطف کردن، من دو کلمه صحبتم تموم بشه. آقای مشعری‌زاده لطف کردن، ما هم همین احترام برای آقایون داریم. اگر اینا نبودن بنده نبودم، یعنی اگه مکتب سقاخونه یا اینا کار نکردن ما نبودیم. این باید تداوم پیدا کنه، استفاده بکنیم. من هر جا نیاز باشه استفاده میکنم، هیچ پاکی هم ندارم، کمک میکنه به من و اگر در رو ببندیم نمیشه. و از آقای مشعری‌زاده تشکر میکنم که این درک رو دارن، یعنی این واقعا یک چیز استثنایی است که این درک رو داره که من هم ایشون رو میفهمم هم ایشون منو و جامعه همین تفاهم. اگر تفاهم نداشته باشیم جامعه به پیش نمیره. من ازشون ممنونم، واقعا لطف کردن، از شما هم که وقتتون رو به ما دادید که مستمعی صحبت‌های ما باشید در مورد کارهای آقای عربشاهی که آگاهی بیشتری پیدا کنیم. ایشون هم خیلی زحمت کشیدن، گفتن آقا ایناست و همینه. ما در حد بضاعت خودمون صحبت کردیم، بضاعت ما همین بوده. خیلی ممنون.
مرسی از آقای دارش عزیز و آقای اسماعیل پور، مرسی از آقای عربشاهی، خیلی ممنون. لطفاً از خودتون پذیرایی کنین لطفاً. ممنون، مرسی.